نماز تهجد از صفات جنتی است. انهم کانوا قبل ذلک محسنین. این جنتی ها قبل از در دنیا بسیار خب نیکوکار بودن. چی میکردن؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون. در شب بسیار کم میخوابیدن. و بالاسحار هم یستغفرون. و نزدیکای روز که میشد معذرت میخواستن از پروردگار و مغفرت میخواستن برای گناه های خود. اینا در شب تتجافا جنوبهم عن المضاجع، پهلوهایشان از جای خواب دور میشد. یدعون ربهم خوفا و طمعا، و بسیار ترس و امید الله را دعا میکردن. این صفتایشان بود. اونا یبیتون لربهم، و الذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما، شب در سجده و در قیام تیر میکردن. اموری که تهجد برای ما آسان میسازه، یکی امور ظاهری است و یکی امور باطنی است. در امور ظاهری اولتر از همه ایست که آدم باید گناه را ترک کنه. ترک گناه دروازه نماز تهجد باز میکنه. یکی گفت که من تهجد خوانده نمیتانم. حسن بصری برش گفت قیدت که ذنوبو، تو را گناه هایت بسته کرده. و مخصوصا گناه چشم چرانی، گناهی که با چشم میشه، بسیار باعث خراب کردن رابطه قلب با آسمان میشه و مانع قیام لیل میشه. دیگه باید کم خوب بخوری. بخوری میخوابی، بیدار نمیشی. بنابراین خوردن کم بسیار کمک میکنه. خوردن کم مخصوصا در شب. اگر آدم گشنه نباشه که نخوره بسیار خوب است، ولی اگر گرسنه بود چند لقمه که فقط بتانه سر پای استاد شوه. دیگه خود در روز خسته نکردن. و دیگری که خواب قیلوله را فراموش نکردن. پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم میگه استعینوا بقیلوله النهار علی قیام اللیل. با خوابیدن در وسط روز خود را برای قیام شب آماده کنیم. وضو کردن قبل از خواب و مسواک زدن در بیدار شدن کمک میکنه. پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم میگه اذا اتیت مسجدک، وقتی که میامدی در بستر خوابت بخوابی، فتوزع وضوء کل الصلاه، ات یک وضوء بگو مثل که به نماز وضوء میکنی. و وتر قبل از خواب بخوان. ابو هریره رضی الله عنه میگه که اوسانی خلیلی، خلیل ما برام نصیحت های کرد، باز میگه و ان اوتر قبل ان انام، و ایران برام گفت که قبل از اینکه بخوابی وتر بخوانی. از جمله نصیحتاش این بود. و باید با خود نیت تهجد داشته باشی، نیت داشته باشی که من حتما میخیزم و بیدار میشم. و قبل از خوابیدن خواندن آیت الکرسی خیلی مهم است. اذا آویت الی فراشک فقرا آیت الکرسی، وقتی که در جای خوابیدی آیت الکرسی را بخوان. فانه لا یزال علیک من الله حافظ، به خاطر که تا تو خوابستی از طرف الله نگهبان بالایت مقرر میشه. ولا یقربنک الشیطان، و شیطان به تو نزدیک نمیشه. و خواندن دو آیت آخر سوره بقره هم، من قرهما کفتاه، هر کس که را بخونه از هر مصیبت شب، از جمله مصیبت شب یکیش ترک قیام لیل است، الله حفظش میکنه. و خواندن معوذتین، که آدم معوذتین بخونه، بعد در دست های خود کف کنه، بعد به همه بدن خود تا جایی که دستش میرسه دست خود بماله. این قسم الله جل جلاله در این شب ایره کمک میکنم. و تسبیحات 33 بار سبحان الله، 33 بار الحمدلله، و 34 بار الله اکبر. و به پهلوی راست خوابیدن و دست خود از زیر علاشه ماندن، و در این وقت این دعا را خواندن که بسمک ربی و دعت جنبی و بک ارفعه، این ارسلت نفسی فاحفظها و این امسکتها فرحمها. خدایا ما بغل خود به نام تو ماندم، روحم به تو تسلیم کردم، اگر روحم پس رها کردی باز ایره حفظ کو، و اگر روحم نگاه کردی، یعنی اگر من تو مردم باز سرش رحم کو. این دعا را بخونم. این بود امور ظاهری. و اما امور باطنی که است که کمک میکنه در همه عبادات و در نماز شب، خوردن حلال است. حسد و عقده و کینه و تعصبات قومی و نژادی و مذهبی، همه چیزی که در دل انسان باشه، این باعث از بین بردن حلاوت عبادت و
باعث از بین بردن قیام شب میشه. از امور باطنی است که انسان قبر و آخرت و استاجدن در پیش پروردگار را بیاد داشته باشه که من خب مردنی هستم، باید بخیزم پیش الله حضور کنم. روز قیامت آمدنی است و من پیش الله استاد شدنی هستم. الله میگه وقفوهم انهم مسئولون، استاد کنه که از یاد پرسان میشه. هر کس پیش الله میره، لیس بینه و بینه ترجمان، حتی یک ترجمان هم بین الله و بین بنده نمی باشه و از همه زندگی پرسان میکنه، از همه چیز پرسان میکنه، کل خرد و بزرگ از ذره ذره پرسان میشه. و از همه قد مهمی که الله در نصف آخر شب پایین میایه و خودش صدا میکنه که ای بنده های ما، آیا کسی هست که گناه کرده باشه ببخشمش؟ آیا کسی هست مشکلی داشته باشه حل کنم برش؟ آیا کسی هست که میخواد توبه کنه که توبه شه بپذیرم؟ ده تو وقتی که پروردگار آمده و صدا میکنه، باز انسان در خواب باشه.